اعتراض گسترده مردم عراق برای دومین روز هم در بخش‌های مختلف شهر بغداد، پایتخت و بعضی شهرهای دیگر این کشور ادامه داشت. بنا به گزارش‌ها دست کم 3 نفر کشته و 300 نفر مجروح شدند که عده‌ای از آنها مأموران پلیس بودند. دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در مناطقی که اعتراضات برپاست مسدود شده. سرکوب شدید معترضان ادامه داره و دولت برای بررسی اوضاع جلسه اضطراری تشکیل داده. این بزرگترین اعتراضات علیه دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که پارسال روی کار آمد. اعتراض‌ها از زمان برکناری عبدالوهاب ساعدی فرمانده ضد تروریسم عراق شدت گرفته. بر اساس آمار رسمی از سال 2004 میلادی، یعنی از 15 سال قبل از زمان سقوط صدام حسین، دست کم 410 میلیارد دلار از درآمد عمومی عراق به جیب سیاستمداران و افرادی رفته که در بخش‌های اقتصادی فعال بودند. شعار اصلی معترضان عراقی هم همینه: دوست‌ها ما رو غارت کردند. همه این احزاب و مرجعیت روی سر ما جا دارن. فقط یک چیز می‌خوایم، اونم اینه که دخالت نکنن. اولین خواسته ما موضوع فساده. ما دیگه از این وضعیت خسته شدیم. ما می‌خوایم کشورمون دست مردم خودمون باشه. این اولین بار نیست که مردم در عراق علیه فساد گسترده دولتی به پا می‌خیزند، اما این بار جوانان بودند که دست به کار شدند. جوانانی که به گزارش بانک جهانی 25%شون بیکارند. از چندی پیش گروهی از جوانهای عراقی با راه انداختن هشتگی با عنوان اعتراض برای حقوقم از مردم خواستند تا در تظاهراتی گسترده در روز اول اکتبر شرکت کنند و این جرقه اعتراض‌های گسترده‌ای بود که از دیروز زده شد. بعضی چهره‌های مهم سیاسی این کشور همچون مقتدی صدر خواستار بررسی خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان شدند. آیت الله سیستانی از مراجع تقلید پرنفوذ شیعه اما هنوز واکنشی نشون نداده. سازمان ملل متحد اما به سرکوب اعتراض‌های اخیر ابراز نگرانی کرده و دولت عراق گفته معترضان ادعی اغتشاش کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع دو مهمان داریم در برنامه. یوسف عزیزی بنی‌تروف، پژوهشگر مسائل جهان عرب، اینجا با ماست. آقای بنی‌تروف، معتقدند که قیام مردم عراق در اونزاست و برآمده از اعتراض علیه فساد، دزدی و ناکارآمدی دولت و همچنین سیطره رژیم ایران و احزاب حاکم. و همچنین نجاح محمد علی، تحلیلگر مسائل عراق، آقای محمد علی معتقدند که این تحرکات قیام نیست بلکه اعتراض و حقوق قانونی مردم عراق، اما تحریک کنندگان این تظاهرات بازیگرانی خارجی هستند با همدستی احزاب فاسد عراق. خوش اومدید به برنامه. آقای نجاح، شما معتقدید که دست خارجی ها پشت این اعتراضاته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه فقط معتقد هستم بلکه اطلاعات فراوانی دارم درباره این موضوع، و این موضوع جدید نیست. یعنی تقریبا چند ماه پیش آقای قیس الخزعلی، رهبر جنبش حرکت عصائب اهل الحق، درباره همون تظاهرات و روزش صحبت کرده، گفت در روز اول اکتبر همچنین تظاهراتی خواهد شد. و اطلاعاتی دارم من جمله این اطلاعات که در چرا ما میگیم خارجی ها، رهبران یا به اصطلاح تحریک کنندگان این تظاهرات دو تا جلسه داشتن در پایگاه عین الاسد، پایگاه امریکایی عین الاسد در الانبار، با حضور یکی از نمایندگان یا نماینده رژیم صهیونیستی. دوبار اومد اونجا، ملاقاتی داشت با افرادی که ما اسمشون هم داریم ولی نمیشه گفت در تلویزیون، اصل لحاظ قانونی شیعیان سفارت ما بهشون اصطلاح میدیم و سنی هایی که شرکت دارن در نظام سیاسی پشت این قضیه هستن. و اگر فقط شما ملاحظه میکنید در تلفزیون های عربی میبینید کدوم تلفزیون یا کدوم رسانه و کی پشتش هست، کدومشون تحریک میکنه. آمریکا، عربستان، کدام کشور؟ امریکا و عربستان سعودی و اسرائیل و و و و و پول این اتفاقات و عربستان سعودی پشتش هست، چون دولت عادل عبدالمهدی قبول نکرد زیر بار امریکا بره و قبول نکرد که حتی الان اصلا چرا همچنین اتفاقاتی افتاد بلا فاصله بعد از اومدن عادل عبدالمهدی و دولتش از چین. اونا ناراحت میشن از این دولت و از سیاست خارجی دولت نسبت به ایران، نسبت به حل بحران یمن، نسبت به
حل بحران بین امریکا و ایران و میخواهند دولتی تابع امریکا و عربستان سعودی باشد. آقای بنی‌طرف، شما برخلاف آقای محمد علی معتقدید که دلایل داخلی داره اعتراضات مردم ایران؟ من فکر میکنم صحبت‌های آقای محمد علی توهین به شعور توده‌های مردم عراق است. مردم عراق کسانی هستند که الان مردم بپا خواستند مسئله از تظاهرات و اعتراضات خارج شده، به شکل قیام در آمده و امکان داره اگر ادامه پیدا بکنه به انقلاب تبدیل بشه. این مردم کسانی بودند که پیمان سنتو را خونسا کردند، از عراق را از اون بیرون آوردند. این مردم از دلشون عبدالکریم قاسم اومد بیرون. این مردم کسانی بودند که انقلاب 1920 را علیه استعمار انگلیس را انداختند. این مردم و این توده ها که ده ها هزار نفری به گفته خود شما و تلویزیون های دیگر، اینها نمیتونند محرکشون یک اسرائیل یا آمریکا یا هر جای دیگه باشه. اینها صحبت‌های معمولاً محافل تندرو ایران هست که دوست دارند عراق تابع و شبه مستعمره اونها باشه و میدونن که این تظاهرات چون درش به هر حال ارغ ملی، احساسات کرامت انسانی عراقی، انسان عراقی علیه دخالت های ناروای رژیم ایران در این کشور به هر حال بروز پیدا کرده. این را ما دیدیم، ایران بر بغداد تبقى حرة و مسائلی از این قبیل. اساس در واقع قیام کنونی مردم عراق شکاف گسترده طبقاتی هست، شکاف گسترده اجتماعی است که شما هم اشاراتی به اون کردید. 5 میلیون بشکه در روز این کشور صادر میکنه ولی توده ها اذه بدید. شما من صحبت شما را قطع نکردم. بنابراین این پول ها به جیب کی میره؟ حالا 5 میلیون نه 3 میلیون گیرم که اینا به جیب یک عده کلاش و دزد و راهزنی که به نام حزب های فرقه گرای مذهبی بعد از سقوط صدام حسین به سلطه رسیدن و ایران هم ازشون پشتیبانی میکنه از همه دزدی ها و اختلاس ها، چون خودش هم سیستماتیک گرفتاری مثلا. آقای محمد علی، به گزارش سازمان شفافیت بین الملل، عراق 12 کشوریه که فساد مالی داره. حتی وزیر بهداشت 2 بار استعفا کرده، گفته که کشوری که بر اساس رشوه و فساد مالی داره اداره میشه. شما خودتون از منتقدان دولت حاکم هستین، یعنی منکر دلایلین این نظام سیاسی؟ من قبول نکردم و ملحق نشدم به اون طرحی که وقتی که ایشون هم خیلی خوب میدونه امریکا چرا وقتی که رژیم صدام عوض کرده، در حالی که من از مخالفین رژیم صدام بودم و خیلی از خانواده من شهید شدن، 37 نفر شهید شدن در دست صدام حسین، کشته شدن. منتها ما وقایعو داریم میگیم. اولا خودتون خوندی نظر من در حالی که معتقد هستم مردم عراق حق دارن اعتراض بکنن و من درباره معترضین صحبت نمی کنم، من دارم درباره تحریک کنندگان. ایشون میگه ایرانه. خب ایرانه، کی انتحاری ها رو فرستاد به عراق؟ میدونی عربستان سعودی 5500، این وزارت کشور عراق میگه 5500 انتحاری عربستان سعودی، 32 تا 1000 ماشین بمبگذاری از مرز عربستان سعودی وارد شد و به عراق، و 70,000 تا انفجار رخ داد در عراق میان 2003 الی 2014 یا 16 ببخشید. همشون از عراق. از ایران ما هیچ کدوم انتحاری نداشتیم. ایرانشون میگه ایران این کارو کرده. البته من میگم ایران متاسفانه با برخی از احزاب روابطی دارد و برخی از اون احزاب هم فاسد هستن. ما معتقد هستیم فساد وجود داره، ولی ما داریم تحلیل میکنیم این تظاهراتی پشتش هست اسرائیل و عربستان سعودی و امریکا. یعنی فهم کنید دلائلی که الان و این کودتا علیه کل نظام سیاسی، نه فقط علیه
دولت عادل عبدالمهدی. من اصلا عادل عبدالمهدی رو قبول نداشتم. چون جالب اینجاست که الان خود مسئولان و حاکمان هم منکر علل اعتراض کسانی که تو خیابون ها هستن نیستند. اونها هم دستور دادند، حتی دولت دستور داده که شرکت های خارجی که هستن از این به بعد باید 50% کارکنانشون عراقی باشن. یعنی خود مقامات هم منکر ناکارآمدی دولت نیستن. این درباره قراردادهای 100% چون بسیاری از کسانی که الان در خیابون هستن گفته میشه. اما شما فقط سوال شما من یه چیزی خدمتتون بگم، چرا مثلا یک نفر مثل ایدی کوهین، شما میشناسید، شما هم حتما میشناسیش، یک نفر مثل ایدی کوهین رئیس مرکز مطالعات سادات بیگین وابسته مستقیما به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، چرا مثلا همچنین فردی میاد علنا تحریک میکنه میگه و اسم اصطلاح انقلاب عراق میدهد به این تظاهرات و تشویق میکنه تظاهر کنندگان؟ چرا سفارت انگلیس، سفیر انگلیس که ما الان تو انگلیس هستیم، سفیر انگلیس در تهران تأیید میکنه این تظاهرات؟ چرا بیانی سفارت امریکا بیانیه میدهد این تظاهرات رو تأیید میکنن در حالی که بشنویم پاسخ آقای کشورهای غربی اساسا از روند دموکراتیک در کشورها قبل از این اجازه بدید، اجازه بدید سودان حمایت کرده، آمریکا، انگلیس، بقیه کشورها. اسرائیل هم یک کسی که یک صحبتی کرده ممکنه بخواد از آب گلالود ماهی بگیره، ولی این نفی کننده حرکت توده های مردم عراق و به ویژه جوانان و تحصیلگرده ها، هزاران تحصیل کرده بیکار هست، از دانشگاه اومدن بیرون، هیچ کاری ندارن. یک سکتی، یک جنتایی در اون بالا از احزاب فرقه‌گرای مذهبی تمام این در واقع ثروت و پست ها و مناصب را در اختیار خودشون گرفتن و این توده ها هم اغلب در مناطق شیعه نشین هستند. ده ها هزار نفر اومدن به خیابون، اینها نمیتونن محرکشون فلان کشور یا فلان دستگاه باشه. بنابراین این مسئله قابل مشخص هست و قابل نفی نیست. اکنون به نظر من مسئله عراق، ایشون حراسی که داره اینه که تمام نظام سیاسی عراق در خطره. بله در خطره، به خاطر اینکه این نظام سیاسی شکست فاحش خودش رو به اثبات رسانده و مردم به جان رسیده که در شهرهای مختلف، فقط بغداد هم نیست، در بصره است، ناصریه است، اغلب در مناطق شیعه است، الان به مناطق سنی هم کشیده شده، در کرکوک و دیاله و اینها همه روزی، ببینید روزی 10 ساعت در بعضی شهرها برق نیست. در یک کشور نفتخیز که 5 میلیون بشکه، حالا بگو 3 میلیون صادر میکنه، خیلی در واقع شرم‌آوره برای یک رژیمی که الان 16 سال سر کار هست. فرصت ها محدود، شما 3 ثانیه و شما 3 ثانیه فرصت دارید. اطلاعات غیر صحیح دارم میدم. آقا 3 ثانیه لطفا جمع‌بندی کنید چون فرصت نداریم. خب این سؤال اونجاست، شهرهای سنی نشین در انبار و فلوجه و غیره قیام نکردن، فقط شهرهای برخی از شهرهای شیعه نشین و اهدافی که الان دارن حرکت میکنن در ناصریه به سمت زندان حوت، زندان حوت برای آزاد کردن دواعش، داعشی‌هایی که اونجا هستن. الان وضع اقتصادی عراق شخصش در حال پیشرفته، قطع برق و آب و شرب ما مثل اول نداشتیم. من اهل بصره هستم، قبلا قطع برق داشتیم مثلا حدود 20 ساعت در روز، الان 2 ساعت هم نمیرسه. ممنونم، شما هم لطفا جنبندی پایانی.
بله، به نظر من عراق، یعنی مردم عراق در پیکارشون پیروز خواهند شد. حالا ممکنه این قیام به نتایج ملموس نرسه، ولی مهر خودش رو روی تحولات آینده عراق خواهد گذاشت و این تحولاتی که در عراق هست بخشی از موج دوم بهار عربی هست که احتمالاً بر خود همسایه ها و بر خود رژیم ایران هم تأثیر خواهد گذاشت. سپاسگزارم از هر دوی شما، یوسف عزیزی بنیتور و پژوهشگر مسائل جهان عرب و نجاح محمدعلی تحلیلگر مسائل عراق. ممنون از هر دوی شما.